نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کرده است. راحیل شریف وزیر دفاع پاکستان نیز در این سفر آقای شریف را همراهی می‌کند. نخست وزیر پاکستان اعلام کرده است که به منظور بررسی ایجاد یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران کنونی یمن به ریاض سفر کرده است. دیدار نخست وزیر پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که عربستان سعودی از ادامه درگیری با حوثی‌ها در یمن و در مرز دو کشور خبر داده است. به گزارش العربیه، توپخانه ارتش سعودی به منظور جلوگیری از تحرکات حوثی‌ها تجمع آنها را در عمق خاک یمن گلوله باران کرده. در این گزارش همچنین از وجود تنش در مرز دو کشور خبر داده شده و ارتش و نیروهای مرزبانی سعودی با ایجاد پست‌های ثابت و متحرک در طول خط مرزی سعودی و یمن اعلام آماده باش کردند. رسانه‌های سعودی می‌گویند نواز شریف و ملک سلمان صبح پنجشنبه اوضاع یمن را پس از پایان عملیات طوفان قاطع بررسی کردند. گفتگوها میان رهبران سعودی و پاکستان پس از استقبال اسلام‌آباد از توقف عملیات هوایی نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌ها صورت می‌گیرد. بیانیه وزارت خارجه پاکستان اعلام پایان عملیات طوفان قاطع را گامی مثبت به شمار آورد و تأکید کرد اسلام‌آباد درباره ایجاد راه حل مسالمت‌آمیز برای مسئله یمن با ریاض هم نظر است. به رغم تظاهراتی که در برخی از شهرهای پاکستان در حمایت از عملیات طوفان قاطع انجام شد، پارلمان پاکستان با ارسال نیروهای این کشور برای مشارکت علیه حوثی‌ها در یمن مخالفت کرد. روز گذشته عادل الجابیر سفیر سعودی در آمریکا گفت نیروهای ائتلاف توانستند مشروعیت را به دولت یمن بازگردانده و گروه‌هایی را که به ایران و حزب الله وابستند شکستند. الجابیر گفت که نقش ایران در یمن آشکار است و حضور ایرانی‌ها در یمن مطمئناً به منظور جهانگردی نیست. و با تاکید بر ادامه نظارت بر یمن و ممنوعیت دریایی و پروازی در این کشور به منظور جلوگیری از تسلیح حوثی‌ها گفت هدف عملیات طوفان قاطع حذف هر گونه تهدید به ویژه تهدید موشکی علیه کشور سعودی بود. سفیر عربستان سعودی در آمریکا همچنین تاکید کرد موشک‌های بالستیکی که حوثی‌ها به آن دست یافته بودند در جریان عملیات طوفان قاطع نابود شده است. او تاکید کرد اهداف طوفان قاطع تحقق یافت و به همین دلیل عملیات بازگشت امید آغاز شده است. در واکنش دیگر در همین زمینه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تلاش ایران برای تهیه موشک‌های S-300 ارتباطی به مسئله یمن ندارد. دهقان وزیر دفاع ایران با اعلام این خبر گفت از دیدگاه ما دلیل تصمیم برای خرید مجموعه‌های S-300 ایجاد زیربنای محکم برای دفاع از کشور بر اساس شرایط ما است که با توجه به آن چنین تصمیمی گرفته شد. وزیر دفاع ایران همچنین گفت در مسائل سوریه، یمن و عراق به طور رسمی اعلام کردیم که از هر کشوری که از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تهدید قرار گیرند حمایت و کمک می‌کنیم. سردار دهقان گفته است ایران غاصب و اشغالگر نیست. اگر کشوری از ایران تقاضای کمک کند به آن کمک و مساعدت می‌کنیم. آقای دهقان ادعای کمک به جنبش انصارالله یمن و ارسال تسلیحات به این کشور از سوی ایران را رد کرد و تصریح کرد جنبش انصارالله یمن تجهیزات و تسلیحات کافی در اختیار دارد، به ویژه اینکه تمام سازمان‌های دولتی و ارتش یمن با آنها همکاری می‌کنند. نهاد ناظر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است، از ادامه اقدام ایران برای استفاده از افغان‌ها و پاکستانی‌ها در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده است. گزارش هایی که برخی از رسانه های ایرانی منتشر می کنند حاکی از آن است که ایران از میان شیعیان افغان و پاکستان دو تیپ موسوم به فاطمیه و زینبیه تشکیل داده تا به سوریه بروند و برای دفاع از دولت بشار اسد بجنگند. طی دو سال گذشته شماری از شیعیان افغان و پاکستانی در سوریه کشته شده و در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، تهران و قم به خاک سپرده شدند. تیپ فاطمیون متشکل از شیعیان افغان مقیم ایران است که در سوریه می جنگند. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهروندان شیعه خارجی را که برای دفاع از دولت سوریه و عراق در این کشورها می جنگند مدافعان حرم نام نهادند.
علیرضا توسلی، یک افغان مقیم ایران معروف به ابو حامد، مؤسس تیپ فاطمیون بود. علیرضا توسلی اوایل زمستان سال گذشته خورشیدی کشته شد. بنابر گزارش رسانه‌های تندرو، علیرضا توسلی از افراد مورد اعتماد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بود. بعضی از سایت‌های محافظه‌کار از جمله خبرگزاری فارس عکسی از ابو حامد و قاسم سلیمانی را در کنار هم منتشر کردند. این فرمانده 53 ساله افغان ساکن مشهد و از فارغ التحصیلان دانشگاه المصطفی در قم بود. یک سایت خبری نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است که ابو حامد فرمانده تیپ فاطمیون و 6 تن دیگر از یاران همرزم او حدود یک ماه پس از اعزام به سوریه کشته و به خاک سپرده شدند. رضا اسماعیلی، یک دانشجوی 20 ساله ساکن مشهد، از اولین افغانهایی بود که در سوریه سر بریده شد. او در ژانویه 2014 در مشهد به خاک سپرده شد. تصاویر جسد بدون سر این جوان در شبکه‌های اجتماعی شیعه و تندروی ایران انتشار یافت. بنابر ادعای گروه‌های مدنی افغان، جنگجویان افغان در سوریه می‌گویند که از ایران به سوریه توسط هواپیما انتقال داده می‌شوند و ماهانه 500 تا 600 دلار دستمزد به آنان پرداخت می‌شود. رسانه‌های ایران همچنین از وجود تیپ دیگری به نام زینبیون گزارش می‌دهند که واحد ویژه شهروندان شیعه پاکستانی است که برای دفاع از دولت بشار اسد در سوریه می‌جنگند. توجه زمانی به این تیپ جلب شد که اجساد 7 تن از اعضای آن که در سوریه کشته شده بودند به ایران آورده و اوایل سال جاری خورشیدی در شهر قم به خاک سپرده شد. در میان کشته شدگان شخصی به نام جمیل حسین بود. او و دیگر همراهانش اهل شهر عمدتاً شیعه نشین پاراچنار پاکستان بودند. به جنگجویان افغان پول و اجازه اقامت داده می شود. دست کم یکی از مبارزان افغان که به اسارت گروه های مخالف بشار اسد در آمده است گفته که در ازای دریافت ماهی 600 دلار برای جنگ به سوریه اعزام شده است. یک فیلم ویدیویی از اعترافات او در یک صفحه فیسبوک که ویژه جنگ در سوریه و عراق است انتشار یافته است. منابع خارجی دیگری هم گزارش کردند که ایران در ازای پرداخت مبلغی ماهانه و اجازه اقامت نفراتی از مهاجران افغان را برای جنگ به سوریه می‌فرستد. در ماه مارس 2015 برخی از منابع عربی گزارش دادند که شبه نظامیان افغان تحت حمایت ایران در سوریه می جنگند و تیپ فاطمیون اواخر سال 2012 و در پی افزایش شمار کشته شدگان سوریه رژیم بشار اسد برای اولین بار در سوریه حضور یافت. وزارت خارجه افغانستان اخیراً شرکت شهروندان افغان مقیم ایران در جنگ سوریه را مربوط به اعتقادات شخصی آنها دانسته و هر گونه اجبار احتمالی از سوی ایران در این زمینه را رد کرده است. روسیه اعلام کرد که بعید است سیستم‌های دفاع ضد هوایی S-300 در آینده نزدیک به ایران تحویل داده شوند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف، معاون وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه 3 اردیبهشت تأکید کرد که من هیچ تاریخی را مشخص نمی کنم. اما روشن است که شرایط از زمان تصمیم رئیس جمهوری برای لغو ممنوعیت ارسال سیستم های دفاع ضد هوایی S-300 به ایران تغییر کرده است. به نظر می رسد منظور روسیه از تغییر شرایط پس از تصمیم گیری ولادیمیر پوتین برای موافقت با تحویل این موشک‌ها به ایران، بالا گرفتن بحران در یمن و مخالفت گسترده آمریکا و اروپا و اسرائیل با تحویل موشک‌های S-300 به ایران باشد. در همین حال حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، تأکید کرده است که ایران برای دریافت مجموعه‌های S-300 آمادگی دارد و امیدوار است در سال جاری این امر تحقق یابد. آقای دهقان روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری انگلیسی زبان راشاتوده گفت قرارداد فروش مجموعه های S-300 به ایران 6 سال پیش با تصمیم دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه معلق شد که از آن زمان تا کنون بارها خواستار اجرای این قرارداد شده ایم. آقای دهقان با اشاره به اعزام گروهی از کارشناسان ایرانی به روسیه برای آموزش بکارگیری موشک های S-300 گفت
این افراد امور فنی مربوط به مجموعه های S-300 را فرا گرفتند. به گفته وزیر دفاع ایران، دستورالعملی برای استفاده از تسلیحات پدافند هوایی S-300 در ایران تهیه شده است و تهران برای دریافت این مجموعه بر مبنای قرارداد موجود آمادگی دارد. بنابر توضیحات آقای دهقان در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی، رئیسان جمهوری ایران و روسیه چندین بار با یکدیگر دیدار کرده و دو طرف در مورد اجرای قرارداد S-300 مذاکره کردند. آقای دهقان گفته است در جریان سفر سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه به تهران توافق کردیم که پیش از سفر من به مسکو برای شرکت در کنفرانس امنیتی بین المللی مقدمات برای لغو ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 به ایران فراهم شود. وزیر دفاع ایران گفته است موافقت در مورد تحویل موشک‌های S-300 به ایران با توجه به عوامل خارجی از جمله پیشرفت‌های قابل توجه در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمده است و از نظر ما این امر به دلیل شرایط به وجود آمده در روابط ایران و روسیه و عزم سیاسی سران دو کشور برای گسترش روابط در تمام عرصه‌ها به دست آمده است. وزیر دفاع ایران همچنین گفته است ایران مجموعه پدافند هوایی شبیه S-300 را ساخته است و انتظار می‌رود تا پایان امسال این سلاح آزمایش شود. سردار دهقان در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به تسلیحات S-300 برای مقابله با اسرائیل نیاز دارد یا تضمین امنیت سایت‌های هسته‌ای خود، گفت هر کشوری گزینه‌های مختلف برای تأمین امنیت خود را جستجو می‌کند. محمد فرهادی وزیر علوم ایران از خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه‌ها خبر داده است. آقای فرهادی تصریح کرد صندلی‌های دانشگاه‌ها خالی است و این ظرفیت و پتانسیل خوبی برای پذیرش دانشجوی خارجی است که در این مورد در اجلاس وزرای علوم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هم صحبت شد. آقای فرهادی با اعلام اینکه دانشگاه‌های ایران در سال گذشته توانستند 4500 دانشجوی خارجی بپذیرند گفت دانشگاه‌ها مخصوصاً دانشگاه‌های برتر باید در این مورد فعال‌تر شوند و در همه مقاطع دانشجوی خارجی پذیرش کنند. به دنبال خالی ماندن ظرفیت دانشگاه‌های ایران، مقام‌های وزارت علوم در پی وارد کردن دانشجو هستند، اما مشکلات انتقال پول به ایران در نتیجه تحریم ها دامنه ورود دانشجویان خارجی به ایران را محدود کرده است. مقام های وزارت علوم ایران در 2 سال گذشته نسبت به خالی ماندن دانشگاه ها هشدار دادند. علاوه بر دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد نیز با کاهش شدید ثبت نام دانشجو روبروست. پیشتر علی عسکری معاون پارلمانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت اکنون 50% از صندلی‌های این دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی خالی از دانشجوست. آقای عسکری گفت دولت پیشین برای 2500 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی خصوصی مجوز فعالیت صادر کرد که عمده این مجوزها از جمله دانشگاه ایرانیان که برای رئیس دولت نهم و دهم صادر شده برای تقابل با دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. معاون دانشگاه آزاد اسلامی افسود در حالی نیمی از ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کاردانی و کارشناسی خالی از دانشجوست که این دانشگاه علاوه بر داشتن ساختمان و تجهیزات آزمایشگاهی حدود 72,000 عضو هیئت علمی دارد. اما بیکار ماندن اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها که در 10 سال اخیر به شدت افزایش یافته محدود به دانشگاه آزاد نیست. آقای فرهادی نیز امروز از تلاش دانشگاه‌های دولتی برای بکارگیری ظرفیت بیکار مانده هیئت علمی خبر داده است. وزیر علوم گفته است طبق تفاهم وزارت علوم با وزارت صنعت، معدن، تجارت آیین‌نامه مشترکی تهیه شده که طبق آن اساتید از امسال می توانند فرصت مطالعاتی خود را در رشته‌های مرتبط و در محیط‌های صنعتی بگذرانند. در واقع محدودیت ظرفیت در این مورد وجود ندارد و این امر ارتباط بین دانشگاه و صنعت را افزایش می‌دهد.
سال گذشته رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم ایران نیز درباره بحران خالی ماندن دانشگاه‌ها هشدار داد. آمار رسمی وزارت علوم نشان می‌دهد دانشگاه فرهنگیان که در دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی بر آموزش و پرورش با اصرار او تشکیل شد، بیشترین سهم از صندلی‌های خالی را در اختیار دارد و در میزان صندلی‌های خالی رقیب جدی برای دانشگاه پیام نور شده است. اکنون به عنوان گامی برای کاستن از مشکلات دانشگاه‌های غیر انتفاعی، وزیر علوم از پیشنهاد حذف کلمه غیر انتفاعی از نام این دانشگاه‌ها استقبال کرده است. آقای فرهادی گفته است پیشنهاد شده این مؤسسات غیر دولتی شوند، زیرا هنگامی که مؤسسه‌ای عنوان غیر انتفاعی دارد، افراد راغب به هزینه کردن نیستند، زیرا اگر فعالیت مؤسسه متوقف شود، اموال به وزارت علوم واگذار می شود. با شکوه ترین مراسم یادبود قربانیان سال 1915 امسال در ارمنستان در حالی برگزار شد که یکی از کلیساهای ارمنی از کشته شدگان این حادثه تحت عنوان قدیس و شهید نام برده. شاید از سال 1915 به این سو تا به این اندازه حساسیت بر سر مسئله به رسمیت شناختن موضوع نسل کشی ارامنه بالا نبوده و به جرأت مراسمی هم که امسال ارمنستان در 100مین سالگرد این واقعه برگزار میکنه در طی یک قرن گذشته بی همتا بوده. جدا از مراسم یادبودی که روز پنجشنبه در ارمنستان و بسیاری از کلیساهای ارمنی جهان برگزار شد، روز جمعه نیز این کشور میزبان رهبران و مقامات سیاسی بسیاری از کشورهای جهان هستش. همزمان در اروپا زمزمه‌های مبنی بر به رسمیت شناختن این واقعه به عنوان نسل کشی از سوی برخی کشورها از جمله آلمان مطرح میشه. در همین ارتباط روز چهارشنبه پارلمان اتریش طی قطعنامه‌ای طرح نسل کشی ارامنه رو پذیرفت، موضوعی که باعث واکنش تند ترکیه و فراخواندن سفیرش از اتریش شد. در این سو اما ترکیه و در رأس آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در حالی مراسم جشن 100مین سال نبرد چاناک قلعه رو با حضور مقامات سیاسی 100 کشور جهان برگزار میکنه که آقای اردوغان گفته در مراسم روز جمعه اجلاس صلح تشکیل میده و صلح سخن خواهد گفت. آقای اردوغان گفته که همزمان که ارمنستان با دروغ ما رو متهم به نسل کشی میکنه، ما در اینجا آماده ایم تا اسناد تاریخی خودمون رو برای بازدید همگان رونمایی بکنیم. اما حالا با وجود آن که هم سال گذشته آقای رجب طیب اردوغان و هم امسال احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بابت وقایع سال 1915 به بازماندگان این حادثه تسلیت گفتن، اما روشنه که ارمنستان مشخصاً خواستش تنها پوزش خواهی نیست، بلکه پذیرش این واقعه به عنوان یک نسل کشی هستش. ترکیه هم خب زیر بار این موضوع نمیره و میگه آنچه در دوره عثمانی و در خلال جنگ جهانی اول رخ داده نسل کشی نبوده و در این رابطه 1,000,000 سند تاریخی در دست داره. ترکیه میگه اخراج ارامنه به دلیل حمایت اونها از سپاه دشمن یعنی روسیه بوده و نه تنها تعداد کشته شدگان 1,500,000 نفر نیست، بلکه این افراد به دلیل درگیری های داخلی، فقر و قحطی جان خودشون رو از دست دادن. با وجود همه موضوعات حدود 24 کشور تا کنون این واقعه رو تحت عنوان نسل کشی پذیرفتن و احتمال پذیرش اون از سوی کشورهای دیگه هم میره. به نظر میرسه در شرایط کنونی کفه ترازوی افکار عمومی به سمت ارمنستان سنگینی بیشتری داره. دولت آمریکا بر تلاش خود برای کاهش تنش با دولت اسرائیل افزوده است. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته گفت آمریکا تا سال آینده جنگنده‌های جدید فوق پیشرفته F-35 سفارش داده شده اسرائیل را به این کشور می‌دهد. آقای بایدن گفت دولتش همچنان به حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل در منطقه پایبند است. خبرگزاری‌ها سخنان تازه جو بایدن در مراسمی به مناسبت روز استقلال اسرائیل را تازه‌ترین دور از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های ایجاد شده میان آمریکا و اسرائیل در پی مذاکرات و تفاهم‌های اتمی صورت گرفته با ایران ارزیابی می‌کنند. آقای بایدن در مراسمی که سفارت اسرائیل در واشنگتن ترتیب داده بود گفت
برترین مدل جنگنده های F-35 که نسل پنجم آنها به شمار می رود سال آینده در اختیار اسرائیل قرار می گیرد. به گفته آقای بایدن به این ترتیب اسرائیل تنها کشوری در خاورمیانه می شود که این هواپیماها را در اختیار خواهد داشت. خبرگزاری رویترز می گوید حضور و سخنرانی جو بایدن در مراسم روز پنجشنبه تازه ترین نشانه ها از تلاش های کاخ سفید برای کاهش تنش ها در پی دوره ای از رنجش ها میان رئیس جمهوری باراک اوباما و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو پیرامون مذاکرات اتمی ایران و دیپلماسی در خاورمیانه به شمار می رود. روزنامه اسرائیلی جروسالیم پست نیز می گوید معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در پی اطمینان دادن به حاضران در مورد تعهد دولت اوباما در این مورد بود که توافق نهایی با تهران امنیت اسرائیل را تأمین خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز می گوید حضور معاون اوباما در مراسم واشنگتن تلاشی نمادین برای کاهش تنش‌ها از سوی کاخ سفید است. روابط دو کشور به طور مشهودی طی ماه‌های گذشته دستخوش تنش بوده است. به ویژه پس از آنکه با وجود مخالفت کاخ سفید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دعوت جمهوری‌خواهان آمریکا در کنگره آن کشور سخنرانی کرد. در سخنرانی آقای نتانیاهو نماینده‌ای از دولت آمریکا حضور نداشت و نخست وزیر اسرائیل در آن به انتقاد از مذاکرات اتمی با ایران و تفاهم‌های صورت گرفته با این کشور پرداخت. جو بایدن گفته است توافقی با ایران تا زمانی که تهران با بازرسی‌های دقیق بین‌المللی موافقت نکند صورت نخواهد گرفت. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است اگر تهران تقلبی بکند آن وقت ایالات متحده هر گزینه‌ای را روی میز خواهد داشت. اسرائیل در سال 2010 میلادی 19 فروند هواپیمای F-35 به مبلغ 2 میلیارد و 75 میلیون دلار خریداری کرد. در فوریه گذشته نیز قراردادی برای 14 فروند دیگر به مبلغ 3 میلیارد دلار امضا کرد.